اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در شکل مقابل فشار در نقطه B چند برابر فشار در نقطه A است؟ خب سوال گفته فشار در نقطه B چند برابر فشار در نقطه A؟ ما باید این نسبت رو به دست بیاریم، نسبت PB به PA. خب PB فشار کل یا مطلق در نقطه B و PA فشار کل یا مطلق در نقطه A. خب شتاب گرانشی زمین رو برابر 10 متر بر مجذور ثانیه گرفته. خب جی برابر با 10 متر بر مجذور ثانیه یا 10 نیوتن بر کیلوگرم. چگالی آب و داده برابر با 1 گرم بر سانتی متر مکعب. خب باید چگالی آب و بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب بنویسیم. خب در اینجا چگالی آب و بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب داده، عدد داده شده بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب و در 1000 ضرب میکنیم. خب چگالی آب میشه 1000 کیلوگرم بر متر مکعب و فشار هوای محیط رو نیز داده که برابر با 9.9 ضرب در 10^4 پاسکال، یعنی پی صفر برابر با 99000 پاسکال. این سوال در کنکور سراسری رشته تجربی سال 1389 مطرح شده. خب اما سوال گفته نسبت پی بی به پی ای رو به دست بیارید. فشار کل یا مطلق در نقطه بی برابر با فشار هوای محیط به اضافه فشار ستونی از مایع که بالای نقطه بی قرار داره، میشه رو جی HB. خب در اینجا این چگالی آب GHB. HB عمق نقطه B یا فاصله نقطه B تا سطح آزاد مایع که در اینجا مایع ما آبه. بنابراین HB برابر با 50 سانتی متر به اضافه 10 سانتی متر میشه 60 سانتی متر. یعنی HB برابر با 60 سانتی متر. خب این 60 سانتی متر رو به متر تبدیل می کنیم، 60 ضرب در 10^-2 متر میشه. خب این هم برابر با 6 ضرب در 10^-1 متر. اما فشار کل در نقطه A برابر با فشار هوای محیط پی صفر به اضافه فشار ستونی از آب که بالای نقطه A قرار داره به اضافه روی آب جی اچ ای. اچ ای عمق نقطه A یا فاصله نقطه A از سطح آزاد مایع، این برابر با HA. HA برابر با 10 سانتی متر. خب اگر سانتی متر رو به متر تبدیل کنیم، این 10 رو باید در 10^-2 ضرب کنیم. خب HA برابر با 10^-1 متر. خب در رابطه 1 کمیت های داده شده را جایگذاری می کنیم. خب از رابطه 1 نتیجه می گیریم که پی بی به پی ای برابر با پی صفر
99,000 به اضافه یه. خب چون پی صفر بر حسب پاسکاله، باید حتما روژی هاش بر حسب پاسکال به دست بیاد. باید در این قسمت چگالی رو بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و اچ رو بر حسب متر جایگذاری کنیم. خب چگالی آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعب، جی 10 نیوتن بر کیلوگرم، اچ بی 6 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. اما مخرج این کسر پی صفر 99,000 پاسکال به اضافه روی آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعب، جی 10 نیوتن بر کیلوگرم، و اچ ای برابر با 10 به توان منفی 1 متر. خب در نتیجه پی بی به پی ای برابر با، خب این میشه 99,000 به اضافه یه. خب این 10 به توان منفی 1 با این 10 میره، این هم میشه 6,000. خب این هم 99,000 به اضافه یه. خب این 10 به توان منفی 1 با این 10 میره و این جمله میشه 1000. خب در نتیجه 99,000 به اضافه 6,000 میشه 105,000. 99,000 به اضافه 1,000 میشه 100,000. خب سه تا صفر با این سه تا صفر میره، در نتیجه میشه 105 تقسیم بر 100. خب اگر اینو ساده کنیم، خب هم صورت هم مخرج رو بر 5 تقسیم میکنیم، در نتیجه پی بی به پی ای برابره با 21,200. بنابراین جواب این سوال گزینه 4. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه استوانه چوبی به ارتفاع 20 سانتی متر و مساحت قاعده 40 سانتی متر مربع درون شاری در حالت تعادل و بوته ور قرار دارد. خب استوانه چوبی به ارتفاع 20 سانتی متر، ارتفاع استوانه یعنی H برابر 20 سانتی متر. و مساحت قاعده 40 سانتی متر مربع، مساحت قاعده استوانه یعنی A برابر با 40 سانتی متر مربع. استوانه چوبی درون شاری در حالت تعادل و بوته ور. خب استوانه درون شاری بوته ور و در حالت تعادل، فشار در بالا و پایین استوانه 9 ضرب در 10 به توان مثبت 2 پاسکال و 1.8 ضرب در 10 به توان مثبت 3 پاسکال می باشه. خب فشار در بالای استوانه یعنی در نقطه 1 برابر با 9 ضرب در 10 به توان مثبت 2 پاسکال و فشار در پایین استوانه یعنی در نقطه 2 برابر با 1.8 ضرب در 10 به توان مثبت 3 پاسکال. چگالی استوانه و شاره را بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب به دست بیارید. خب
چگالی استوانه چوبی برابر با چند کیلوگرم بر متر مکعب و همچنین چگالی شاره برابر با چند کیلوگرم بر متر مکعب. شتاب گرانشی زمین یعنی جیو برابر 10 نیوتن بر کیلوگرم فرض کنید و جی برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب قبلا اثبات کردیم که اختلاف فشار بین دو نقطه اشاره از این رابطه به دست میاد. پی دوی منهای پی یک برابر با رو جی اچ. خب پی یک فشار شاره در نقطه یکی، پی دو فشار شاره در نقطه دو، رو چگالی شاره، جی که شتاب گرانشی زمینه، اچ هم فاصله عمودی بین دو نقطه یک و دوه. خب اچ فاصله عمودی بین دو نقطه یک و دو. خب در اینجا فشار باید بر حسب پاسکال باشه، چگالی باید بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و اچ هم باید بر حسب متر باشه. خب بنابراین در اینجا اگر دقت کنید فاصله بین دو نقطه یک و دو در درون شاره برابر با اچ. خب اچ رو بر حسب سانتی متر داده. خب 20 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر میشه. خب یا 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. خب از این رابطه ما میتونیم چگالی اشاره را به دست بیاریم. فشار در نقطه 2 برابر با 1.8 ضرب در 10 به توان مثبت 3 منهای پی 1. فشار در نقطه یک برابر با 9 ضرب در 10 به توان مثبت 2. چگالی اشاره را نداریم. ضرب در جی برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم و اچ هم برابر با 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. خب در طرف راست این 10 با این 10 به توان منفی 1 میره، در نتیجه دو تا رو برابر با، خب این میشه 1800 منهای 900. خب در نتیجه داریم دو روی شاره برابر با 900، در نتیجه روی شاره برابر با 900 تقسیم بر 2 برابر با 450 کیلوگرم بر متر مکعب. خب چگالی شاره را به دست آوردیم، اما چگالی استوانه چوبی. خب استوانه چوبی درون شاره قوطه‌برد و در حالت تعادل قرار داره. خب یعنی استوانه چوبی ساکنه، بنابراین از این میتونیم نتیجه بگیریم که استوانه چوبی ساکنه. خب سرعت استوانه برابر صفره،
و همواره ساکنه، بنابراین شتاب استوانه برابر با صفر چون سرعت اون تغییر نمیکنه. خب طبق قانون دوم نیوتن نیروی خالص وارد بر استوانه برابر با جرم استوانه ضرب در شتاب استوانه. چون شتاب استوانه برابر با صفر، در نتیجه نیروی خالص وارد بر استوانه برابر با صفر. خب اما چه نیروهایی بر این استوانه که درون شاره قرار داره وارد میشن؟ خب از طرف شاره نیروهایی به صورت عمودی به سطح جانبی استوانه وارد میشن. این نیروها همدیگر رو خنثا میکنن. از طرف شاره نیروی به صورت عمودی به قاعده بالایی استوانه چوبی وارد میشه، یعنی نیروی F1 به صورت عمودی بر قاعده بالایی استوانه وارد میشه و نیروی F1 به سمت پایینه. همچنین از طرف شاره نیروی F2 به قاعده پایینی استوانه به صورت عمودی وارد میشه و نیروی F2 رو به بالا به استوانه وارد میشه. همچنین از طرف مرکز زمین نیروی وزن به استوانه وارد میشه. خب نیروی خالص وارد بر استوانه برابر صفره. اما نیروهایی که توسط شاره به سطح جانبی استوانه وارد میشن همدیگر رو خنثا میکنن و نیروهایی که در راستای عمودی به استوانه وارد میشن نیز همدیگر رو خنثا میکنن. خب در نتیجه نیروی F1 به اضافه نیروی وزن، یعنی مجموع اندازه این دو نیرو که رو به پایینه، برابر با اندازه نیروی F2 که رو به بالاست. در نتیجه وزن استوانه برابر با F2 منهای F1. F1 نیرویی است که از طرف شاره به صورت عمودی به قاعده بالایی استوانه وارد میشه و F2 نیرویی است که به صورت عمودی به قاعده پایینی استوانه از طرف شاره وارد میشه. خب اما فشاری که به قاعده بالایی استوانه وارد میشه P1 برابر با F1، بزرگی نیرویی که به صورت عمودی بر قاعده بالایی از طرف شاره وارد میشه تقسیم بر مساحت قاعده بالایی، در نتیجه F1 برابر با P1 ضرب در A. همچنین فشار P2 برابر با نیرویی که شاره به صورت عمودی به قاعده پایینی استوانه وارد میکنه تقسیم بر مساحت قاعده پایینی استوانه، در نتیجه F2 برابر با P2A. خب از این سه رابطه ما میتونیم نتیجه بگیریم که وزن استوانه برابر با F2 برابر با P2A منهای F1 برابر با P1A. خب در نتیجه ما میتونیم وزن استوانه را به دست بیاریم. خب از A فاکتور میگیریم، در نتیجه P2 منهای P1 ضرب در A برابر با وزن استوانه. P2 برابر با 1800 پاسکال منهای P1 برابر با 900 پاسکال
ضرب در ای. ای باید حتما بر حسب متر مربع جایگذاری بشه. در نتیجه 40 ضرب در 10 به توان منفی 4 میشه، سانتی متر مربع به متر مربع تبدیل میشه. خب این هم برابر با 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مربع. خب بنابراین A برابر با 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مربع. خب در نتیجه وزن استوانه برابر با 1800 منهای 900 میشه 900 ضرب در 4 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب 9 ضرب در 4 میشه 36. خب این میشه 3600 ضرب در 10 به توان منفی 3 خب نیوتن. یا وزن استوانه برابر با 3.6 نیوتن. اما جرم استوانه، خب وزن استوانه برابر با جرم استوانه ضرب در جی. خب در نتیجه جرم استوانه برابر با وزن استوانه تقسیم بر جی. وزن استوانه برابر با 3.6 نیوتن. جی هم که برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. در نتیجه جرم استوانه میشه 36 کیلوگرم. خب اما چگالی استوانه برابر با جرم استوانه تقسیم بر حجم استوانه. خب جرم استوانه تقسیم بر حجم استوانه، حجم استوانه برابر با مساحت پایه استوانه ضرب در ارتفاع استوانه. خب جرم استوانه 36 کیلوگرم یا 36 ضرب در 10 به توان منفی 2. ای مساحت پایه استوانه برابر با 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مربع، ارتفاع استوانه برابر با 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. خب 36 با 4 ساده میشه، این میشه 9. 9 تقسیم بر 2 میشه 4.5. خب این میشه ضرب در 10 به توان منفی 2، این هم میشه 10 به توان منفی 4. خب بنابراین این میشه 4.5 ضرب در، خب این میره بالا میشه 10 به توان مثبت 4. خب در کل میشه 10 به توان مثبت 2. در نتیجه چگالی استوانه برابر با 450 کیلوگرم بر متر مکعب. خب اگر دقت کنید چگالی شاره برابر با 450 کیلوگرم بر متر مکعب و چگالی استوانه نیز برابر با 450 کیلوگرم بر متر مکعب، یعنی وقتی که استوانه چوبی درون شاره غوطه ور باشه و ساکن باشه، چگالی شاره با چگالی استوانه برابره. بنابراین اگر جسمی درون شاره غوطه ور باشه، چگالی جسم و چگالی شاره با یکدیگه برابره. بنابراین به یک نتیجه مهم رسیدیم که این نتیجه را اینجا می‌نویسیم. نتیجه مهم، اگر جسم جامدی درون شاره
غوته ور و در حالت تعادل باشد. خب اگر جسم جامدی در اون شاری غوته ور باشه چگالی جسم جامد با چگالی شاره برابر است. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه اختلاف فشار هوا در پایین و بالای برج میلاد حدود 4110 پاسکاله. شکل ساده ای از برج میلاد رو رسم میکنیم. خب این سطح زمین باشه و این هم برج میلاد. خب پایین برج رو نقطه دو میگیریم و بالای برج و نقطه یک. خب اختلاف فشار هوا در پایین و بالای برج حدود 4110 پاسکاله، یعنی دلتا پی اختلاف فشار هوا بین دو نقطه یک و دو برابر با 4110 پاسکال. خب اما اگر دقت کنید نقطه دو پایین تر از نقطه یک قرار داره و هرچی از سطح زمین دورتر بشیم فشار هوای محیط یا فشار هوا کمتر میشه، چون هرچی از زمین دورتر بشیم ارتفاع ستونی از هوا که روی ما قرار میگیره کمتر میشه، در نتیجه وزن ستونی از هوا که روی ما قرار میگیره کمتر میشه. بنابراین هرچه از سطح زمین دورتر بشیم فشار هوا کمتر میشه، یعنی در اینجا فشار هوا در نقطه دو بزرگتر از فشار هوا در نقطه یک، در نتیجه پی دوی منهای پی یک برابر با 4110 پاسکال. اگر چگالی متوسط هوای تهران در دمای 20 درجه سانتیگراد حدود 1 کیلوگرم بر متر مکعب باشد. خب چگالی هوای تهران در دمای 20 درجه سانتیگراد داره. خب چگالی هوا به دمای هوا و همچنین ارتفاع از سطح زمین بستگی داره. هرچه دمای هوا بیشتر باشه چگالی هوا کمتره، و هرچی ارتفاع از سطح زمین بیشتر باشه چگالی هوا کمتره. اما در اینجا ما چگالی هوا بین دو نقطه یک و دو، یعنی بین پایین و بالای برج میلاد رو ثابت فرض میکنیم و چگالی هوای بین نقطه یک و دو را برابر 1 کیلوگرم بر متر مکعب میگیریم. ارتفاع برج میلاد چند متر است؟ H یعنی ارتفاع برج میلاد برابر با چند متر؟ خب شتاب گرانشی زمین رو برابر 10 متر بر مجذور ثانیه فرض کنیم. خب یعنی جی برابر با 10 نیوتن بر کیلوگرم. خب قبلا گفتیم که اختلاف فشار بین دو نقطه از شاره ساکن برابر با رو جی هاش. خب فشار هوا در نقطه دو منهای فشار هوا در نقطه یک برابر با
چگالی اشاره یا چگالی هوا، زر در جی اشتاب گرانشی زمین، زر در ارتفاع برج میلاد در اینجا یا فاصله عمودی بین دو نقطه یک و دو. خب دقیقا فاصله عمودی بین دو نقطه یک و دو برابر ارتفاع برج میلاد میشه. خب در اینجا دلتا پی رو داده، دلتا پی یعنی پی دوی منهای پی یک برابر با 4110 پاسکال. رو چگالی هوا 1 کیلوگرم بر متر مکعب، جی 10 نیوتن بر کیلوگرم، اچ فاصله عمودی بین دو نقطه یک و دو یا ارتفاع برج میلاد. خب در نتیجه H برابر با 4110 تقسیم بر 10، H برابر با 411 متر. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در عمق 8 متری مایعی فشار کل 1.76 صدم باره. خب شکل ساده ای رو رسم می کنیم. خب مایعی درون این مخزن بزرگ قرار داره، و عمق نقطه A برابر با 8 متر. HA برابر با 8 متر. خب در عمق 8 متری مایعی فشار کل 1.76 صدم باره، یعنی فشار کل در نقطه A 1.76 صدم باره. خب عمق نقطه A برابر با 8 متر، فشار کل در نقطه A برابر با 1.76 صدم بار. چگالی این مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب؟ خب روی مایع برابر با چند گرم بر سانتی متر مکعب؟ فشار هوا در محل یک بار. خب فشار هوای محیط پی صفر برابر با یک بار و جی برابر با 10 متر بر مزدور ثانیه. خب جی برابر با 10 متر بر مزدور ثانیه. این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 89 مطرح شده. اما سوال مکمل، اگر شخصی در عمق 5 متری این مایع قرار داشته باشه، خب شخصی در عمق 5 متری این مایع قرار داره، یعنی در نقطه B قرار داره. عمق نقطه B برابر با 5 متر. H B برابر با 5 متر. چه نیرویی بر پرده گوش این شخص به مساحت 1 سانتی متر مربع وارد میشه؟ مساحت گوش شخص 1 سانتی متر مربع. خب چه نیرویی بر پرده گوش این شخص وارد میشه؟ در اینجا نگفته چه نیرویی
بر پرده گوش این شخص از طرف مایع وارد میشه. در اینجا نیروی کل وارد بر پرده گوش رو خواسته. نیروی کل وارد بر پرده گوش برابر با چند نیوتن؟ خب اگر دقت کنید در اینجا فشار کل در نقطه ای داده شده. خب رابطه فشار کل یا مطلق در یک نقطه از یک مایع ساکن بدین صورت: فشار کل در نقطه ای برابر با فشار هوای محیط به اضافه فشار این ستون از مایع که بالای نقطه ای قرار گرفته روی مایع جی اچ ای. خب اما در اینجا فشار کل در نقطه ای و همچنین فشار هوای محیط رو بر حسب بار داده. بار یکی دیگه از واحدهای فشاره و یک بار دقیقاً برابر 10 به توان مثبت 5 پاسکاله، یا یک بار دقیقاً برابر 100,000 پاسکاله. بنابراین یک بار برابر با 10 به توان مثبت 5 پاسکال یا 100,000 پاسکال. خب باید فشار کل در نقطه ای و فشار هوای محیط رو بر حسب پاسکال به دست بیاریم. خب فشار کل در نقطه ای برابر با 1.76 بار. برای اینکه بار رو به پاسکال تبدیل کنیم باید عدد داده شده بر حسب بار رو در 10 به توان مثبت 5 ضرب کنیم. خب پی صفر فشار هوای محیط برابر با 1 بار. بنابراین فشار هوای محیط برابر با 10 به توان مثبت 5 پاسکال. خب کمیت های داده شده در این رابطه رو جایگذاری می کنیم. فشار کل در نقطه A بر حسب پاسکال برابر با 1.76 ضرب در 10 به توان مثبت 5 برابر با پی صفر 10 به توان مثبت 5 به اضافه روی مایع مجهول جی برابر با 10 متر بر مربع ثانیه یا 10 نیوتن بر کیلوگرم اچ ای. خب عمق نقطه ای برابر با 8 متر. خب در نتیجه این 10 به توان مثبت 5 رو به طرف چپ میبریم. خب 1.76 ضرب در 10 به توان مثبت 5 منهای 10 به توان مثبت 5. خب 8 ضرب در 10 میشه 80 روی مایه. خب از 10 به توان مثبت 5 فاکتور میگیریم. خب در نتیجه این میشه 1.76 منهای 1 برابر با 80 روی مایه. خب در نتیجه 1.76 منهای 1 میشه 76 ضرب در 10 به توان مثبت 5 مساوی است با 80 روی مایه. خب در نتیجه روی مایه برابر با 76 ضرب در 10 به توان مثبت 5 تقسیم بر 80. خب در اینجا روی مایع برابر با 76 ضرب در 10 به توان منفی 2 ضرب در 10 به توان مثبت 5
تقسیم بر 8 ضرب در 10 به توان مثبت 1. خب 76 تقسیم بر 8 ضرب در 10 به توان منفی 2 ضرب در 10 به توان مثبت 5 میشه 10 به توان مثبت 3. خب این 10 به توان مثبت 1 اگر بره بالا میشه 10 به توان منفی 1. اما 76 تقسیم بر 8. خب 76 تقسیم بر 8 9 8 72. خب این میشه 5. خب بنابراین 76 تقسیم بر 8 میشه 9.5 ضرب در. خب این هم میشه 10 به توان مثبت 2 کیلوگرم بر متر مکعب. خب در این رابطه رو بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب به دست میاد. خب در نتیجه این میشه 95 ضرب در 10 یا 950 کیلوگرم بر متر مکعب. خب اما سوال گفته چگالی مایع رو بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب به دست بیارید. بنابراین روی مایع برابر با 950 تقسیم بر 1000. برای اینکه کیلوگرم بر متر مکعب رو به گرم بر سانتی متر مکعب تبدیل کنیم، باید عدد داده شده بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب رو بر 1000 تقسیم کنیم. خب در اینجا 950 تقسیم بر 1000 میشه 95 صدم گرم بر سانتی متر مکعب. بنابراین جواب این تست گزینه 1. اما جواب سوال مکمل، خب سوال مکمل از ما خواسته که نیروی کل وارد بر گوش شخصی که در عمق 5 متری این مایع قرار داره به دست بیاریم. خب فشار کل برابر با نیروی کل تقسیم بر A. در نتیجه نیروی کل برابر با فشار کل ضرب در A. اما برای اینکه در این رابطه نیروی کل بر حسب نیوتن به دست بیاد، باید فشار کل بر حسب پاسکال و A یعنی مساحت بر حسب متر مربع باشه. خب مساحت پرده گوش داده 1 سانتی متر مربع. خب در نتیجه ای برابر با 1 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع. اما فشار کل در نقطه B، فشار کل در نقطه B برابر با پی صفر به اضافه رو جی هاش. این چگالی مایه و این هم عمق نقطه Bه. خب پی صفر اگر دقت کنید، پی صفر برابر با 10 به توان مثبت 5 پاسکال یا 100,000 پاسکال. خب این میشه 100,000 پاسکال به اضافه روی مایع بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب 950 ضرب در جی 10 نیوتن بر کیلوگرم. اچ بی عمق نقطه بی 5 متر. خب در نتیجه فشار کل در نقطه بی برابر با 100,000
به اضافه یه. خب 5 ضرب در 95، 5 5 میشه 25، 2 بر دست، 5 9 میشه 45، با 2 میشه 47. خب این میشه 475، 2 تا 0 هم داره. خب بنابراین حاصل این جمله میشه 47500. خب بنابراین فشار کل در نقطه B میشه 147500 پاسکال. در نتیجه طبق این رابطه که رابطه یک اسمشو گذاشتم داریم، نیروی کل برابر با فشار کل در نقطه B 147500 پاسکال ضرب در مساحت پرده گوش 10^-4 m². خب در نتیجه نیرویی که به پرده گوش این شخص در عمق 5 متری این مایه وارد میشه 14.75 نیوتنه.